باختاری دارن به نام پیاز. خیلی جالبه ها. اینجا من ساقه تکمه ای دارم. ریشه افشان دارم. برگ های اندوخته ای دارم. موافقید بچه ها؟ و اینا زیر خاک قرار دارن. قبوله؟ کتاب درسی میگه این ساختار تا ریشه اسمش پیازه. یعنی ریشه جزء پیاز یخ نیست. ریشه جزء پیاز به حساب نمی آید. اسم این ساختار پیازه. اسم گیاهش هم شانسی پیازه. مثل گربه سانان گربه. ولی شیرم جزء گربه سانانه. دقت کن منظور من رو. اسم گیاه هم پیازه. ولی نرگس هم پیاز دارد. لاله هم پیاز دارد. میفهمی حرفو؟ و ریشه جزء پیاز نیست. و اینجا من برگی رو میبینم که اندوخته ایه، فتوسنتز نمیکنه. گیاه سس و گل جالیز هم نیست، ولی برگش فتوسنتز نمیکنه. روپوستش کوتیکول نداره. روپوستش نگهبان روزنه فتوسنتز کننده نداره، چون زیرزمینیه. همه عزیزان فهمیدن چه نکتهشی شد؟ پس دقت کن، پیاز اسم این ساختار است. لطفاً کتاب درسی جلوت کنارت باز باشه. بودو ببینم. کتاب جلوت باید باز باشه. در نوعی از آن که ساقه تکمه‌ای دارد. پیاز، نرگس، لاله. گره های آن رد. چرا؟ این گیاه تکلب پس. هرگاه شما کلمه یه گره شنیدی، گره در ساقه هوایی گیاه دولپه دیده میشه. ارجات میدم به شکل جوانه جانبی، دنبرگ، پهنک. موافقین بچه ها؟ به این ساختار کتاب میگفت گره. این برگ مال کیه؟ این برگ مال کیه؟ این برگ مال دولپه است. شما در ساقه تکلپه چیزی به اسم گره نداری. در ساقه تکلپه جوانه جانبی نداری. برای همینه که تکلپه ساقهشون منشعب نیست. گندم رو نگاه کن، بلال رو نگاه کن، نیه. انشعاب ساقه در تکلپه دیده نمی شود. همه عزیزان فهمیدن چی شد؟ نکته به قبلی رو نگاه کنید. در پی رشد پیوندک شاخه ایجاد شده تنها داره ویژگی های پای پیونده. ببین شاید موادی از پای پیوند به درون شاخه های بالا بیاد. حرفی ندارم. ویژگی یعنی صفت. و صفت طبق فصل 3 سال 12 بچه ها ارثیه یا اکتسابیه؟ بدو. ارثیه یا اکتسابیه؟ صفت پس 3 سال 12 ارثی است. پس بنابراین شاخه ایجاد شده آیا ویژگی یا صفت رو میگیریم برای پای پیوند؟ عمرن. همه فهمیدن داستانو؟ اینو لطفا دقت بفرمایید. اینجا هم به خاطر کلمه گره رد میشه، به خاطر اینکه ساقه تکمه مادن اصلا براش گره مورد مباحثه قرار نمیگیره. و الف اگه دقت کنی جوانه رو بچهای گلم همه دارن. جوانه اگه وجود نداشته باشه توانایی تکثیر وجود نداره. الف رو درسته که ربطی به ساقه زیرزمین نداره، در قیاس میاره آدم شک میکنه. اگر این همانند زنبق رو نمیبرد که همونجا ردش میکردی مطمئن. ولی چون در چند موردیه تکنیکش نزدنشه. دوستتون میگه من با به مشکل دارم. خیلی ناراحتم تو با به مشکل داری. چرا؟ در ساقه زیرزمینی از نوع قده، قده ساقه زیرزمینیه و زمین ساقه زیرزمینیه. رشد افقی در زیر خاک مشاهده می شود. غلط. سیب زمینی قدهش رو رشد مورب میگیره، افقی نمیگیره. اینجوری نیست. مثل زنبق اینجوری نیست. اینجوری اگه دقت کنی. یعنی این شکلیه. امیدوارم مشکلت رفع شده باشه، وگرنه خیلی من ناراحت میشم. قلبم میشکنه به خدا. درد میگیره. آقا دو تا تستو بزن ببینم. عزیزم یه پیام رو لطفا اونجا تگ بکن. بچه های ضعیف و کسانی که آموزش ندیدن سر جلسه نکته تست
اردیبهشت نشینن، یا فقط تنها دانش آموز قوی مثلا بشینه، کسی که بلده درس. بله، کسایی که قوی هم ولی بعضی فصل رو نرسیدن همینجا بمونن، قبل کلاس آماده میکنن و میان سر جلسه.